نشست علمی روزانه آیت الله سه صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه و جمعه دهم ده و یازدهم ده ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد. در این نشست ها همچون جلسات پیشین ایشان به سوال های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در این نشست در رابطه با مراتب اسمت فرمودند مرحوم علامه مجلسی در کتاب‌های های بهارال مرآت العقول و شرح تهذیب در موارد متعدد و مرحوم شریف مرتضی در کتاب تنزیح الانبیاء کردند اسمت دارای مراتبی است همان گونه که در عدالت مراتبی وجود دارد معظم الله در ادامه فرمودند اسمتی که خاص چهارده معصوم علیه السلام است مطلقا برای دیگران حتی برای انبیا و ملائکه وجود ندارد از جمله ملائکه‌ای که در آیه ششم سوره تحریم از آنان نام برده شده است ایشان با اشاره آنچه که در دعای کمیل امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به خدای متعال برای آمرزش گناهان متوسل شدند فرمودند این معاصی به معنای اسم و گناه نیست بلکه آنچه که توسط معصوم از آنها به عنوان معاصی تعبیر شده معاصی در مراتبی از اسمت است آیت الله شیرازی در ادامه فرمودند برخی از افراد از آنچه که امیرالمؤمنین و امام سجاد سلام الله علیهما در ادعیه و مناجات های خود برای آمرزش معاصی از خدای متعال طلب آمرزش کردند تعبیر به جنبه آموزشی و تربیتی کردند البته ممکن است که این جنبه هم مد نظر معصومین علیهم السلام بوده است اما وقتی آن بزرگواران نزد خدای متعال گریه می نمودن تا بدان جا که قش می کردن مشخص می شود که این نوع تذرع ایشان نزد حق تعالی فقط جنبه تربیتی نداشته است با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم بله عرض کردم عرض کردم تو آقای سجاد عرفه امام حسین علیه السلام که همینجور اشکشون جاری بود و این دعا رو میخوندن اینا مال معصیت مقام عصمته چون در مقام عصمت خود این که معصوم مجبور غذا بخوره مجبور آب بیا شامه مجبور بخوابه چون نمیتونه نکنه اینا رو خود این اینا خجالت میکشیدن در محضر خدا از همین چیزا با اینکه گناه واقعی نیست اینا سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظما شیرازی به این شهر بود حکم نماز قضا و ادا در شهر مقدس کربلا برخی از احکام مربوط به وکالت زن از شوهر برای طلاق مواردی که انسان شرعا از ارث محروم است حکم ارث بردن از دیگه‌ای که پدر یا فرزند مسبب آن بوده است حکم تزاحم بین وقت و تهارت برای ادای نماز تفاوت شرط و جز در نماز حکم استفاده از لفظ سلطان برای ائمه علیه السلام حکم استفاده از عبارت وسلم در ادامه درود فرستادن بر پیامبر اکرم از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله لزماشی رازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله ماسه صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهصد فرکانس 120 73 بیننده این نشست علمی باشید